من یه لحظه به خودم اومدم، احساس کردم شما دارید از سادگی من سوء استفاده میکنید. خواهش میکنم که من رو حداقل کنترل کنید. اگر اینجوری نباشه معلوم نیست بعد از این من قراره از جنیفر لوپز بخونم چه کار کنم. شماها بهتر از من میدونید که من چه حساسیت شدید روی دست دارم. وقتی که تنین صدای دستهای شما از یه حدی بیشتر میشه دست خودم نیست، من دیوانه میشم و... در ادامه صحبتم میخوام بگم که چقدر ما ایرانی ها انسان های باحالی هستیم. ببین این نمونش، جایی که نباید دست بزنی من دارم حرف میزنم دست میزنم. واقعا تحسین برانگیز این لجبازی شما. هر مشکلی که پیش میاد ببینید اگر به شما باشه بدتون نمیاد که من یک حرکت بدنی هم انجام بدم اینجا، منتها این حرکات عاقبت خوبی نداره. جوک درست میکنیم. یکی از بچه های همسایه ما دو تا پراید داشت، الان مدتی نیست فکر کنم زده تو کار ساخت و ساز رفته خارج، اینقدر این مزیر رفت بالا. بعد موضوع پسته پیش اومد، انقدری که همین محمود شهریاری بر من اسمس زد. این روزها تقریبا دمدمای عید بود، اگر از کنار یک آجیل فروشی رد میشی و از پشت شیشه خشکبار چشمت به این کیسه های پسته های خندان میفته، اگه دلت شکست مارم دعا کن. تا حدی که حالت تقدس پیدا کرد این موضوع. منم برعکس دادم، من انقدر گرفتارم که اصلا نمیتونم به پسته فکر کنم، اما اگه تو پیاز دیدی و اشک در اومد از من یادی بکن. برای من اسمس داده پسته کیلو 24,000 تومان تحویل شهریور 92. یه سال خواب داره داستان. تا کجا بتونم میگفت یه پاکت کشور نخود چی خرید. در تمام دنیا فقط یک مرد ایرانی میتونه در اتاقی که نامحرم هست در بزنه یه یالا بگه و در کمتر از 1,000 ثانیه بره تو. فرصت نداری چیزی سرش کنه، آخه چه کار داری میکنی؟ و فقط ما هستیم که جنس میخریم میدیم 20 جا دیگه قیمت میکنیم. چرا؟ چون اونم یه کار دیگه میکنه، میزنه حراج دوباره همون شغل میزنه، میزنه حراج به علت تغییر شغل، هفته دیگه میبینی همون شغل دوباره زده. وقتی اون این کارو میکنه تو هم 10 جا قیمت میکنی. بله داستان از این قرار. اما اشاره میکنن که وقت بنده تمام. مگه شما خسته شدین؟ من از آقای ابراهیم عزیز مسئول حراست، آقای محمدی، آقای وکیلی، دوستانی که همیشه حمایت کردن من رو، به خاطر همین من هیچ چی نشدم، یه دست خیلی قشنگ به افتخارشون بزن، خواهش میکنم. زیاد زحمت میکشن اینجا دوستان. گشتم شب بی ستاره موندم بای تو دوباره، این بابا اون با نکن قلبت شاید آمنی تو حرفت ولی با منی حس تو باشا نکن. من میکشی آخ دل دیگه نداره با که مال منی، من با تو هم نمیدونی چه سخت، اگه یار تو ببینی که بخت داره با میشه از رو سر من درو تو کی واسه کی تب داری، ای وای نفهمه که به رنجت ازت انگار داره رنج و عذاب و حسد. رنج و عذاب و حسد، حسادت چیز بسیار بدیه. مولای متقیان علی علیه السلام میفرماید حسادت چونان آتشی جسم و روح شما را میسوزاند و ذوب میکند. حسادت نوعی اعتراف به حقارت خیشتنه، کسی که حسودی میکنه. اتفاقا اونهایی که حسادت نمیکنن بیشتر به دست میارن. داشتم در مورد بچه ها سوال. تعجب میکنم از شما، علارغم این که آقای محمود شهریاری اعلام کرد که برنامه شاد هست و شما هم کمونیش منو میشناسید، من واقعا تشکر میکنم از این سه نفری که از اول دست میزنن. سایر عزیزان هم توی راحتن راحت باشن. تعجب میکنم حتی تردید داری تو این که بخوای هیجان خودتو یا شادی خودتو بروز ده. ممکنه بعضا دنبال بهونه باشی. For example
برای مثال ممکنه بهونت مثلا قیمت پراید باشه. اصلا اون که من شنیدم حل شده. من شنیدم امروز پراید شده 7.5. ببین میخندی برای جو شده. اگر قبل از این کسی به تو میگفت پراید 8 تومن میگفتی برو پراید 7. الان که میگم میخندی چون باور نمیشه. به یکی از دوستانم چندی قبل میگفتم فلانی میدونی آیا چرا در ایران پراید شده ملاک و معیار قیمت خود رو؟ گفت نخیر. گفتم به خاطر اینکه ما عادت کردیم کوچیک فکر کنیم. چرا هیچ کس نمیگه مازراتی چند؟ 1 میلیارد خورده ای قیمتش. بنز S500 چند؟ پورش پانامرا چند؟ گیر دادی به پراید. یکی از راه های رسیدن به خدا پراید بود که اونم گرد شد. آره دیگه پراید میخریدی تصادف میکردی یه راست میرفتی پیش خدا. داستان همینجا تموم میشه. همین مازراتی که گفتن محصول کشور ایتالیاست. در همین کشور ایتالیا خودروی تولید میشه تحت عنوان بوگاتی ویرون. بوگاتی ویرون از نظر ابعاد و اندازه اندازه پراید تقریبا بات. اما بوگاتی ویرون 1100 اسب بخار قدرت داره. اون وقت پراید 63 خر بی بخار. همه میرن از بس لحظه دستم اونجا بالا یه مامان هنو هیچی به من نگاه نکن با نگاه قلب منو صدا نکن منو بسه منو دیبوده نکن ما تو دست باد شیمه نکن.